1400 سال بعد از مسیح رنسانس اتفاق افتاد و دقیقا 1400 سال بعد از محمد رنسانس جدیدی در جهان دارد اتفاق میافتد. معجزه قرن، ریستارت. ویلکام تو خرد و دانش و آگاهی، رنسانس جدید و نه جهل و حماقت. ویلکام تو معجزه قرن، ویلکام تو ریستارت. شش دوره رنسانس دوره ایست که جنبش رنسانس اتفاق میفته، یعنی جنبش ریستارتی که الان اتفاق افتاد. اون رو بهش میگفتن دوره نوزایش یا عصر نوزایی یا بازگشت به خرد و اندیشه، و این ریستارت هم دقیقا همینه. اگر 500 سال دیگر شما رو به عنوان رنسانس جدید، شما ایرانیایی که دارین برنامه رو گوش میکنین، به عنوان کسانی که رنسانس جدید در جهان اسلام تولید کردن بنامند، غلط نبوده است. این رنسانس بسیار جدید و خاصی است. ریستارت این بار از درون تو آغاز میشه. اون موقع مسیحی ها پدر جهان رو در آورده بودن، کشتارهای بسیار زیادی کرده بودن، قتلها بود و بطلمیوس ها و ارسطوها در اریکه قدرت نشسته بودن و همراه با حاکمان به کشتار صوفیان و فیلسوفان و دانایان میپرداختن، ازیرا موجب شد که انسان کامل در اون تاریخ رنسانس را اعلام کند. رنسانسی که موجب انقلاب فرهنگی و اصلاحات مذهبی شد. دنیای دوزخ و بهشت احمقانه کنار رفت و به جاش عشق از فلاسفه، از صوفیان، از دانایان نمودار شد. نوشته های آنها به بیرون آمد. دقیقاً اون موقع مسیحی ها پدر جهان را در می آوردن، الان مسلمون ها این احمق ها هم دیگر را می کشن و کشتارهای بچگانه از داعش و طالبان گرفته تا بیشورترین مردم جهان که دقیقا مسلمانان هستن. حالا هم نوبت رنسانس جدیدیست. برنامه ریستارت به زودی به زبانهای مختلف در کشورهای اسلامی پخش خواهد شد.